سخنان میر حسین موسوی در مناظره سال 1388 در پاسخ به محمود احمدی نژاد هنوز در خاطر بسیاری مانده است. سخنانی که با شعر ادب مرد بهز دولت اوست آغاز شد. اول شروع کردم ادب مرد بهز دولت اوست. ادب مرد بهز دولت اوست. مردم شریفی را من به تمنای قدرت نیامدم. من سکوت 20 سال خود را نشکستم که به هر ترتیب و با هر روشی رئیس جمهور بشم. من احساس خطر کردم که کشور دچار بی اخلاقی شده، دچار فقر اخلاقی و فقر مادی شده، دچار مدیریت غیر عقلانی شده است. با برگزاری مناظره میان کاندیداهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نگاهی به تاریخچه مناظره ها، حالا این سوال مطرح است که طی این سالها مناظره چه میزان بر آراء مردم مؤثر بوده؟ در انتخابات سال 1392 به روشنی رأی حسن روحانی در نظرسنجی ها از رتبه های پایینی جدول با هر مناظره اوج جدیدی می گرفت و در نهایت او را همین مناظره ها پیروز انتخابات ساخت. شما بر نگردید به بحث های اون زمان، حرف برای گفتن ما خیلی داریم، این سینه پر است. اما در تاریخ انقلاب اسلامی ایران از دوره دوم تا پنجم انتخابات ریاست جمهوری، شیوه گفتگوی تک نفری نامزدها با مردم شیوه رایج تبلیغات در صدا و سیما بود. والا حضرت حجت الاسلام خامنه ای 95% آرا رو به خودش. طی دوره ششم رقابت انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار صحبت‌های انتقادی احمد توکلی خطاب به هاشمی رفسنجانی و نقد عملکرد دولت او کمی بر حال و هوای مردم اثر گذاشت. سال 1384 صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های تبلیغاتی خود فرصت روبروی هم نشستن حامیان نامزدها را فراهم کرد. مناظره حسین مرشی نماینده هاشمی با مهدی کلهر نماینده احمدی نژاد، مناظره نماینده اقتصادی احمدی نژاد محمد خوش‌چهره و محمد باقر نوبخت نماینده اقتصادی هاشمی، حکم تیر خلاص بر پیکر کمپین انتخاباتی هاشمی رفسنجانی شد. باور ما اینه که صحنه‌گردان اصلی اصلا آقای هاشمی است. بالاخره ما میبینیم که رئیس صداد انتخاباتی چه کسی است و اینا از کجا میرن جلسه میذارن ارتباطاتشون رو برقرار میکنن. سال 1388 نخستین دوره برگزاری مناظره های رو در رو و زنده نامزدها بود. مناظره هایی که دست کم در سه نوبت شبی تاریخ ساز را رقم زد. مناظره کروبی و احمدی نژاد، موسوی و احمدی نژاد و کروبی و احمدی نژاد چند جمله تاریخی و نمادین به گفتمان سیاسی ایران اضافه کرد. بگم بگم احمدی نژاد، دوتاشو بگوی کروبی خطاب به احمدی نژاد و جمله موسوی خطاب به مردم که گفت ادب مرد بهز دولت اوست. سال 1392 و 1396 تلویزیون برای آنکه فرصت ایجاد فضایی همانند مناظره های سال 1388 را ندهد، مناظره ها را به شکل گروهی برگزار کرد. اما در همین دوره نیز مناظره ها بدل به صحنه مجادله طرفین شد. شما می گفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما می گفتیم راه این نیست، راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیاییم اینا رو دستگیر بکنیم. روحانی به قالیباف حمله کرد و او را متهم به حمله گازنبوری به دانشجویان در سال 1378 کرد و قالیباف در خصوص پرونده فساد اقتصادی برادر جهانگیری افشاگری کرد. روحانی نیز به قالیباف گفت اگر من نبودم بنا بود با شما برخورد تندی شود. هر تهمتی هم میخواید بزنید آزادید، به هر حال شما قاضی، دست شما بازه، همه کار میتونید بکنید، دادستان روحانیت هم هستید، میتونید همه علما رو دستگیر بکنید. باید بپرسیم علما چه از شما کشیدن. اما یه چیز از شما تقاضا دارم آقای رئیسی، خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم امام رضا رو برا مردم بذارید، امام رضا رو تو رو خدا جناحی نکنید. شاه کلید مناظره های سال 96 اما دو حمله تاریخی روحانی به رئیسی بود
که او را مجری اعدام خواند و با اشاره به بهره برداری تبلیغاتی رئیسی از جایگاه متولی آستان قدس رضوی گفت: آقای رئیسی، بگذارید یک امام رضا برای مردم بماند. تاریخ مناظره ها از سال 1388 تا امروز تاریخ مجادله چهره های مهم سیاسی کشور بوده که هر کدام امروز دیگر بخشی از ارکان اصلی نظام یا جریان انتقادی علیه نظام اسلامی هستند. حالا در مناظره های برگزار شده میان کاندیداها، در شرایطی که رد صلاحیت ها چهره های اساسی رقیب را کنار زده، همچنان مجادله میان همتی و مهرعلی زاده با رئیسی و چهار کاندیدای پوششی وی بحث برانگیز است. اگر بنا باشه ما ها کاندیدای پوششی باشیم، جناب علی کاندید روکشی هستی که اومدی روکش کنی 8 سال فاجعه ملت رو. در مناظره های 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نه کاندیداهای پوششی و نه روکشی پاسخ قانع کننده‌ای برای شرایط موجود کشور نداشتند و بیشتر رئیسی و رفقا تلاش کردند با مفسد و ناکارآمد خواندن رقیب کار خود را پیش ببرند و رقیب نیز با بیان سوابق ایشان تلاش کرد روشن کند آنچه از ناکارآمدی و فساد گفته می شود بیشتر حاصل عملکرد استبدادی و میدانداری اردوگاه مقابل در سیاست و اقتصاد ایران است. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.